به نظر من مسلمان کسی که برای خدا شریک خائله کسی که برای خالق هستی شریک خائله و در کنار خالق هستی موجود دیگری رو سزاوار پرستش می شمارد به نظر من حق حیات نداره من خودم به هیچ عنوان به هیچ عنوان در بحث اجرای احکام قائل نیستم که باید احکام و حکم الهی و قتل جاری بشه چون من اعتقاد دارم که اون کسی که این حکم رو گذاشته خودش باید اجرا کنه یعنی یا خودش یا نمایندش و در حال حاضر نمایندش وجود نداره حالا در, در به دو, دو تا ما اینجا قول داریم یک قول هستش که در عصر قیبت امام عصر ببینید احکام اسلامی باید به دست امام عصر و امام معصوم اجرا بشه و هر کس الان احکام رو اجرا میکنه خلافه یعنی خلاف همون حکم الهیه چون دستی باید این کار رو اجرا کنه که پاک باشه خودش آلوده به گناه نباشه من هم الان با این که معتقد هستم شخصی که در کنار خداوند شریک قائل میشه یا اهانت میکنه به ساحت مقدس خدا و انبیا حتی اگر قائل باشم به اینکه این شخص حق حیات نداره ولی هیچ وقت اجراش نمیکنم با اینکه توانشم دارم با اینکه دو میلیارد نفر هم گوش کنید با اینکه دو میلیارد نفر مسلمان داریم ولی شما ببینید چند تا مرتد تا به امروز اعدام شدن شما بشمرید ببینید شما فقط بحث بیان و گفتگو و اینها نیستش که مسلمان ها اجرا نمی کنن اینها احکام رو من عرض کردم الان بیشتر کشته هایی که به دست داعشی ها هست خود مسلمان ها هستن خود مسلمان ها دارن از این جهل و از این نادانی آسیب میبینند اصلا بحث ارتداد الان تو مسلمان ها تو جامعه اسلامی اصلا مطرح نیست کسی نمیگه بدین مرتد رو بکشید یا مثلا سر بزنید اینکه شما حالا میای میگی هی تونتون سر بزن فلان نه کی این کار اجرا کرده به فرض یعنی که قائل باشه به این موضوع کی کار اجرا کرده ما این کس. داره نکردیم او با... آره پس اینقدر با... آره با... مانور ندیم توی این موضوع که حالا ندیش. اسلام میگه سر بزن فلان کن داستان بهمان مسئله این نیست مسئله اینه که شما الان به عنوان یه سه میخوای با ما همزیستی داشته باشین میخوای با ما در کنار ما زندگی کنید باید به خط قرمزهای ما احترام بذارید و اگر نمیخواید احترام بذارید خب واقعا جونتون پای خودتونه